خوشامد میگم حضورتون رو در جلسه اول موضوع این جلسه اینه آیا نیکویی کافیه میخوام بگم که حرفای زیادی در این شش جلسه گفته میشه و دعای من اینه که فقط به اطلاعات شما اضافه نشه بلکه خداوند در زندگی شما تبدیل ایجاد کنه میخوام همه با هم دعا کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند با ما صحبت میکنه این مهمترین اتفاقی که ممکنه بیفته چون با گذروندن این دوره درسی در زندگی خودتون سرمایه گذاری میکنید ایمان دارم که خداوند برای همیشه شما رو عوض کنه پس دعا کنیم پدر در نام عیسی شکر میکنیم برای روح قدوس روح قدوس از تو میخوام این مکان مقدس رو پر کنی باشه که تمام اتاق رو پر بکنی و هر خونه ای که الان این درس ها رو میبینن از حضور عیسی لبریز کنی روح القدس تو دوست داری که عیسی رو جلال بدی پس از تو میخوام که این کار رو بکنی از تو میخوام که کلامت رو به دهان من بسپاری کلام نبوتی خداوند برای دوره‌ای که در اون هستیم نه تنها کلامت رو میخوام بلکه دلی مثل دل خودت به من ببخش تا این کلام رو به دیگران برسونم طوری که انگار خود عیسی اینجا بود و این پیام رو رسوند و پدر دعا میکنم به عیسی نگاهی تازه داشته باشم تا از جلال به جلال بریم و زندگی ها آزاد بشن پدر اعلام میکنم امروز ملکوت تو در بین ما آمده است پس اراده تو انجام خواهد شد در این زمان و در این مکان آنطور که در آسمان است و تمام جلال و شکوه و پرستش و شکوزاری ها از زان توبات و در نام پرقدرت شگفت انگیز با شکوه مقدس عالی و پر جلال ایسا دعا کردیم و هر کس که با این دعا موافقه فریاد بزنه آمین آمین بیاین جلال رو به خداوند بدیم به خاطر کاری که قراره در زندگیمون انجام بده آمین میتونین بشینید ما میخوایم درباره آیا نیکویی کافیه صحبت کنیم بیایید درباره خیر و شر صحبت کنیم همه فرق اونها رو میدونیم درسته آیا اینطور نیست منظورم اینه که مگه نه اینکه ما با قدرت تشخیص درست و غلط به دنیا اومدیم بهش فکر کنیم چه فیلمی چه داستانی چه رومانی با پیروزی آدم بدها تموم شده ما فیلم ها رو نگاه میکنیم و قهرمانان خودمون رو تشویق میکنیم اونا به دردسرهای زیادی میوفتن اما ما خیلی مواقع درست در پایان کار نجات پیدا میکنن و ما هم تشویقشون میکنیم اگه به برنامه تلویزیونی نگاه کنیم در ده سال گذشته معروف ترین برنامه های تلویزیونی نکاتی برجسته از نیکویی بشریت رو پوشش دادن ما داریم زواهر رو میبینیم چون این برنامه هایی از ده سال پیش شروع شدن و بعد دیدیم افرادی اومدن که دارن به افراد دارای اضافه وزن کمک میکنن بعد دیدیم افراد معروف میان و کسایی رو پیدا میکنن که میتونن برخصن و آواز بخونن حتی دیدیم که بعضی ها به تازه عروس ها در پیدا کردن لباس عروس کمک میکنن و این موضوع همچنان ادامه داره انسان نیکویی رو دوست داره ما جذب نیکویی میشیم پس فکر میکنیم میدونیم چی خوبه و چی بده هیچ کس نباید خیال پردازی کنه و خیر و شر رو اشتباه بگیره هیچ کس نباید فریب بخوره و خوب رو شر بدونه و شر رو خوب اما میخوام به یک چیز توجه کنی سالیان سال پیش مردی ثروتمند به عیسی نزدیک شد به عیسی ناصری و این فرمانروای پولدار قاتل نبود هرگز زنا نکرده بود و در کسب و کار هم صادق بود هرگز کلاهبرداری نکرده بود دروغ نگفته بود هرگز آبری و کسی رو نبرده بود و به پدر و مادرش هم احترام میذاشت اون به سمت عیسی آمد و گفت ای معلم نیکو حالا این یه رهبره که داره با یه رهبر دیگه صحبت میکنه مطمئنم این فرمان روای جوان میخواست با ایسا نقطه اشتراکی پیدا بکنه پس ایسا رو معلم نیکو صدا زد اما وقتی عیسی را معلم نیکو صدا زد عیسی در جواب گفت چرا مرا نیکو میخوانی هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط حالا این سوال پیش میاد که چرا عیسی باید حرف این مرد رو که عیسی رو نیکو خطاب کرده اصلاح بکنه آیا عیسی نیکو نبود مطمئنا درست نیست اما عیسی به این رهبر ثروتمند میگفت استاندارد تو از نیکویی با استانداردهای من متفاوته از خودم میپرسم چند نفر از ما میتونستیم جای این مرد باشیم اگه به هزاران سال قبل برمیگشتیم به عیسی نگاه میکردیم و میگفتیم معلم نیکو و همین جواب رو میشنیدیم صادقانه میتونم بگم به عنوان یه رهبر جوابی رو که قرار بود بشنوم میدونستم چون چنین جوابی رو گرفتم بذارید داستانی رو براتون بگم که چطور خداوند درک غلط من از خوبی یا نیکویی رو تحت شعا قرار داد سالها پیش اواسط دهه 90 برای شرکت در کنفرانسی به سوئد میرفتم تمام طول شب رو در حال پرواز بودم وقتی در سوئد فرود اومدم کسی که دنبالم اومده بود گفت جان چون همه شب رو تو هواپیما بودی ممکنه خبر نداشته باشی چه اتفاقی افتاده ولی پرنسس دایانا دیشب در تصادف کشته شد از شنیدن این خبر داغون شدم چیزی رو که میشنیدم باور نمیکردم مرا به هتل رسوند وقتی به اتاقم رسیدم چمدونم رو گذاشتم زمین و هنوز لباس سفرم رو از تنم در نیاورده بودم و BBC بی بی سی و CNN سی این این رو گرفتم و با کمال تعجب و ناباوری می دیدم که زندگی این زن جوون در لحظه تراژیک به پایان رسیده بود باید به شما بگم که پرنسس دایانا و چارلز درست همزمان با من و لیزا ازدواج کردند و یادم میاد لیزا اخبار مربوط به اونها رو دنبال می کرد و من هم همینطور لیزا مجله که عکس دایانا رو روی اون بود رو می خرید و صادقانه بگم که من قبل از لیزا مجله رو می خوندم چون واقعا این زوج رو دوست داشتم فکر می کردم زن زیبایی اون از زیبایی و خوبیش استفاده می کرد تا به انسان ها کمک کنه کارهای او منو تحت تاثیر قرار میداد فکر میکردم که واقعا زوج عالی هستند پس طلاقشون واسه یه جورایی تراژیک بود واقعا برای ساعتها جلوی تلویزیون نشستم و اخبار رو دنبال کردم مردم رو نگاه میکردم که بیرون دروازه ها گل میذارن گریه میکنن یادداشت میذارن با خودم فکر کردم امشب باید سخنرانی بکنم باید تلویزیون رو خاموش کنم و برای جلسه آماده بشم پس تلویزیون رو خاموش کردم به معنای واقعی برای تمام روز در اتاقم ازاداری کردم با این حال اتفاقی داشت میافتاد در غم و اعضای خودم اشکالی احساس کردم توصیفش سخته اما می دونستم یه اشکالی تو کاره پس بعد از خاموش کردن تلویزیون پایین تخت در هتل در سوئد زانو زدم و گفتم روح القدس من نمیفهمم برای مرگ اون غصه میخورم ولی حس می کنم در اشتباهم چه اتفاقی داره میفته؟ فقط شنیدم مکاشفه 18 رو بخون باید بگم زیاد درباره کتاب مکاشفه اطلاعات ندارم سو تفاهم نشه بارها بارها خوندمش اما نمیدونستم مکاشفه 18 دقیقا چیه یادم میاد کتاب رو باز کردم و خوندم با یه حرف رسیدم و چیزهایی رو متوجه شدم این چیزی بود که از کلام خوندم به او همان اندازه عذاب و اندو دهید که او به خود جلال و شکوه میداد زیرا که در دل به خود میبالد که من چنان مینشینم که ملکه مینشیند نشیند بیوه نیستم و هرگز به ماتم نخواهم نشست از این روست که بلاهایش یک روزه به او نازل خواهد شد بلای مرگ و ماتم و قحطی و در آتش خواهد سخ زیرا که قدیر است آن خداوند خدایی که او را کیفر میدهد چون شاهان زمین با او زنا کردند و شریک تجمل او شدند دود سوختن او را ببینند بر او خواهند گریست و به سوگ او خواهند نشست بذارین این مطلب رو سری بگم این کلام از نظر تاریخی درباره پرنسس دایانا نبود اگرچه کاری که روح القدس قصد برام انجام بده ارتباط دادن اونها با هم بود وقتی که به کلام نگاه کردم ارتباط واضحی رو دیدم اول از همه پرنسس داین خودش رو جلال میداد و ادعا می کرد که ملکه قلب مردمه در تجمل زندگی می کرد. استفاده از کلمه تجمل برای نو زندگی شاید کم باشه. اون گفت شاهان زمین در مرگ و ازاداری کردن و زمان این تراژدی همین اتفاق افتاد. یادم میاد که تمام رهبران یا نمایندگان رهبران کشورهای غربی در خاک سپاری او شرکت کردند. پس رابطه مستقیم رو دیدم. صادقانه بگم. اون موقع داشتم عصبانی می شدم به خدا می گفتم خدایا چطور می تونی بگی که این درباره دایاناست این غیر ممکنه ناراحت بودم شکه و ناراحت با خودم می گفتم این غیر ممکنه گفتم خدایا خیلی کارهای خوب انجام داده به قربانیان مین و یتیمها کمک کرده و این رو به وضوع در قلبم می شنیدم اون نافرمانیش رو در برابر قدرت خانوادهش به رخ تمام دنیا کشید او با تکبر برای تمام دنیا از زنای خودش حرف زد اون موتی من نبود پس گفتم اما خدایا تمام کارهای خوبی که کرده چی؟ به وضوح شنیدم که خدا گفت پسرم قسمت شر درخت معرفت نیکوبد نبود که حوا رو جذب کرد قسمت نیک اون درخت بود وقتی این رو شنیدم فورا پیدایش سه رو باز کردم و با اطمینان این رو خوندم چون زن دید درخت خوشخوراک است و چشم نواز است چشمم به کلمات خوشخوراک و چشم نواز افتاد از میوه آن گرفت و خورد با تعجب اونجا نشستم و فهمیدم واقعا معنی نیکویی یا خوبی رو نمیدونم میدونیم بذاریم بهتون چیزی بگم خدا درست بعد از این به من گفت پسرم مسیحیان مردمان خوب مردمان خوب به شر و گناهان آشکار این دنیا کشش ندارن اونها به روابط جنسی و مهمانی های مواد مخدر کششی ندارن اون گفت نیکویی وجود داره که مطیع من نیست در اصل بر ضد منه ناگه هم متوجه شدم از چیزی که خوب و نیکوست کمی درک ندارم کاری رو که خداوند در این روزهای آخر در من شروع کرده بود این بود که فهمیدم چیزی که مردم رو فریب میده گناهان رسوا کننده نیست بلکه آن نوع نیکوییه که در نگاه خداوند گناهی فاحشه پس در امثال 14 دوازده میگه پیش روی انسان راهی هست که در نظرش درست می نماید اما در آخر به مرگ می انجامد بذارین اول از همه از تاریخ های مرگ بگم خداوند به ارمیای نبی گفت اینک طریق حیات و طریق مرگ را پیش پایتان می نهم حالا وقتی درباره طریق حیات و موت فکر می کنید مرگ مردن و رفتن به جهنم رو تجسم نکنید طریق حیات و موتی که خداوند از اون صحبت میکنه حکمتیه که ما با اون زندگی میکنیم اگه به باغ عدن نگاه کنین جایی که خدا من رو آورده درخت حیات حکمت خداوند رو تداعی میکنه طریق حیات زندگی در خداوند بود درخت معرفت نیکوبت حکمت ما رو خارج از خداوند نشون میده اینجاست که جدال بین انسان و خالق از آن موقع شکل گرفت ما فکر می کنیم از خداوند بیشتر می دونیم که چی برای زندگیمون بهتره و اگه ما تشخیص بدیم چیزی خوبه و خداوند نظری متفاوت داشته باشه ناسازگاری به وجود میاد ولی اگه نگاهتون به حرف خداوند باشه چون نجات دهنده است این رو اعلام میکنه که خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد هیچ یک از نفایس تو با آن برابری نتواند کرد بر دست راستش عمر دراز است و بر دست چپش دولت و حشمت راههایش راههایی است دلپذیر و همه طریقهایش سلامتی آنان را که به دستش آورند درخت حیات است آنان که به چنگش گیرند برکت اونجاست که میتونیم ببینین برای زندگیتون چی میخواد خدا برای شما عمر دراز میخواد او دولت و حشمت میخواد او دلپذیری میخواد او برکت میخواد و میگه که حکمتش به شما اینها رو میده اما بنا به دلیلی ما فکر میکنیم از خدا بیشتر میدونیم که چه چیزی برای زندگیمون خوبه پس بارها پیش میاد که او رو سرزنش میکنیم چون در واقع تصمیماتی میگیریم که بر اساس حکمتی نیست که به ما داده اگه به کلام نگاه کنید میگه راهی هست که درست به نظر میرسه راهی هست که از نظر انسان درسته به عبارت دیگه ظاهرش مفید استراتژیک قابل قبول و سودبخشه اما از دید خداوند پایانش به طریق موت ختم میشه طریق موت مرض فقر افسردگی و اندوه هیچ کدوم از اینها در باغ عدن قبل از تصمیم آدم و هوا برای بنا کردن حکمت خودشون جدا از خداوند وجود نداشت پس کتاب ابرانیان به ما نکته ای رو میگه که چشمانمون رو بیشتر باز میکنه میگه حکیمان کسانی هستند که با تمرین مداوم خود را تربیت کردند که خوب را از بد تشخیص دهند طبق کلام حواس شما طوری باید رشد کنه که بتونه فرق بین نیک و بد رو تشخیص بده حالا اینجا درباره احساسات فیزیکی صحبت نمیکنه چون در شروع این پند در کتاب ابرانیان به همه اونها میگه حرفای زیادی دارم اما گوشهای شما شنوا نیست او درباره گوش سر اونها صحبت نمیکرد درباره گوش جانهای های اونها صحبت می کنه و باید متوجه باشین که پنج حس روحانی دارین درست مثل حواس فیزیکی کتاب مقدس میگه بچشیم و ببینید خداوند نیکو چطور باید خداوند رو بچشیم کتاب مقدس میگه هر که گوش شنوا دارد بشنود اینجا درباره این گوش صحبت نمیکنه. درباره این گوش هاست خداوند میگه برای اینکه واقعا بفهمیم نیکو بد چیه باید این حواس رو تعلیم بدیم حالا به هدف این پیغام رسیدیم هدف این پیغام اینه که ما رو آموزش بده از طریق کلام خدا که چی واقعا نیکه و چی شره چون اگه هوا در محیطی کامل و بینقص فریب خورد جایی که هرگز پدرش از او سو استفاده نکرده بود یا رئیس سوجور نداشت که در کار از او سو استفاده بکنه با این حال هوا هم فریب خورد و چیزی رو که خدا شر میدونست خیر تشخیص داد پس چقدر فریب خوردن در جامعه سقوط کرده امروز راحت تر میتونه باشه با من هستین اون مار فریبکار چطور این کارو کرد بیاین از اینجا شروع کنیم این نکته بود که خدا میخواست من بهش توجه کنم فکر کنم باید از خودمون بپرسیم هوایی که هر روز در حضور خداونده چطور میتونه فریب بخوره و از خداوند رو برگردونه چون اگه بفهمیم چطور شیطان این کار رو میکنه میتونیم بفهمیم از چه راهی این بلا رو به سر ما میاره خب اینجا در باغ عدن چه خبره خب خدای روزی میاد و میگه هی hey, شما در خوردن آزادین خداوند قبل از اینکه حوا رو از پهلوی آدم شک بده به آدم گفت تو میتونی از هر یکی از درختان باغ آزادانه بخوری اما از درخت شناخت نیکو بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد پس خداوند میگه آزادی از هر درخت در باغ بخوری به جز یکی پس باید به نیکوی او نگاه کنیم نیکوی او میگه از هر درختی دوست داری میتونی بخوری حالا باید این به این توجه بکنیم که در زمین بیش از 2500 نوع درخت میوه هست مطمئنا که هر کدوم در باغ عدن نماینده ای داشتن پس چند هزار درختی هست که میتونن از اونجا بخورن و نیکوی خداوند میگه از هر درختی که بخوای میتونیم بخورین اما خداوند از روی حاکمیت و قدرت میگه بجز یک اینجا چه اتفاقی افتاد مار فریبکار چیکار کرد اون اول از همه آدم رو هدف قرار نمیده هوا رو هدف قرار میده دلیلی داره که تو چند دقیقه بعد میگم مار فریبکار سرد میکنه تا هوا پای درخت برسه و به درخت نگاه کنه و بهش میگه پس از هر درختی که بخوای نمیتونی بخوری شیطان چیکار کار میکنه؟ قدم اول نقشش چیه؟ میخواد توجه هوا رو از همه چیزهایی که میتونه بخوره دور بکنه و به چیزی که نمیتونه متمرکز بکنه این برای ما چقدر سرد میکنه خدا به ما خیلی چیزها داده اگه بخوام اینجا وایستم برای برکاتی رو که به ما داده لیست کنم تمام شب اینجا بهت بمونیم همینطور فردا و پس فردا وقتی که دربارش فکر میکنین دنیا از کتاب هم نمیتونه اون چیزی رو که خدا برای ما انجام داده رو بگه اما دشمن نگاه شما رو از برکات خدا دادی بر می داره و میگه ببین چی رو نمیتونی بخوری هنوز با من این؟ پس جواب هوا به اون چیه؟ هوا میگه از میوه درختان باغ میخوریم اما خدا گفته است از میوه درختی که وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید مبادا بمیرید به جوابش دقت کنید بدان دست مزنید خدا هرگز چیزی درباره لمس کردن درخت نگفته خدا گفت که فقط از این درخت نخورید حالا این نگاه عمیقتری نسبت به هوا به ما میده درسته؟ هوا معرفتی انتقالی پیدا کرده بود نه معرفتی مکاشفه ای آیا شما یا یکی از آشنایانتان به زبانی غیر از انگلیسی صحبت میکنید آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جامعه لیزا بیبر هستید به وبسایت cloudlibrary.org که مخصوص دانلود کردن منابع و ویدیوهای رایگان است مراجعه کنید زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید از کتابخانه جامع امام منبع مورد نظرتان را انتخاب کنید کتابهای الکترونیکی پیغامهای ویدیویی کتابهای صوتی و تعالیم برنامه های تلویزیونی کتاب مقدس ها برای اطلاعات بیشتر به وبسایت cloudlibrary.org مراجعه کنید حالا بیاین به عقب برگردیم وقتی خدا این فرمان رو داد مخاطبش آدم بود هوا هنوز از پهلوی آدم به دنیا نیومده بود حالا هوا بیرون بود مطمئنا روزی بود که آدم و هوا داشتن تو با قدم میزدند. آدم به هوا میگه میبینی اون درخت رو ازش نخور معرفت و آگاهی هوا از اون درخت از طریق رابطه بود که با آدم داشت بزنین شکلی که همین اتفاق در انجیل میفته رو به شما در میون بذارم روزی عیسی با یارانشه به دوازده نفر از نزدیکترین ها نگاه میکنه و میگه به گفته مردم پسر انسان کیست اونها چی کار میکنن؟ اونها شروع میکنن هر چیزی رو که درباره هر کسی شنیدن بازگو میکنن خب بعضی ها میگن تو یحیای تمیدنده تو ایلیایی بعضی ها میگن تو این نبی یا اون نبی می دونید دارن چی کار میکنن اونها هر چیزی که تو فیسبوک توییتر یا اینستاگرام شنیدن رو دارن میگن و عیسی هم همین رو می خواست اون همه اینها رو از شاگردا بیرون میکشه بعد از هر چیزی رو که از هر کسی شنیده بودن گفتن عیسی به اونها نگاه کرد و گفت به نظر شما من کی هستم اون چیکار کرد عیسی تمام دانش و معرفتی که از طریق روابط به وجود اومده بود رو دور ریخت و گفت در قلب شما چی میگذره خدا برای شما چی مکشوف کرده اونها همه رو تعجب نشسته بودن و پتروس یه دفعه گفت تویی مسیح پسر خدای زنده عیسی به پتروس نگاه میکنه و میگه پتروس تو خوشبختی چون از گوشت و خون بر تو مکشوف نشد بلکه پدرم در آسمان بر تو آشکار کرد این معرفت مکاشفه چطور چنین معرفتی رو باید به دست بیاریم معرفت مکاشفه ای به روش‌های مختلف به دست میاد از طریق خوندن کلام میتونه باشه میتونه از طریق خوندن کتابی الهام بخش یا دعا در سکوت و گوش دادن به شبان باشه یا دریافت رویایی مثل پتروس در بالاخانه یا آشکار شدن کلام در قلب ما در طول روز باشه راه مختلفی وجود داره که خدا میتونه چیزهایی رو به ما نشون بده سخته که دقیق بگم چطور این ممکن اتفاق بیفته بعضی وقتها ممکنه یه صدای آروم در قلبتون بشنوین بعضی وقتها هم به سادگی میدونین چون براتون مکاشفه شده وقتهای دیگه قلب شما به تکاپو میفته و حضور خدا رو موقع مطالعه کلام حس میکنین هر طور که پیش بیاد نتیجه اینه که شما میدونین که میدونین اما معرفت انتقالی این معرفت میتونه درست باشه اما روح القدس اونو در قلبمون مکشوف نکرده بذارین مثالی از کسی بزنم که یه همچین معرفتی به دست آورده اونها به بزرگ شنیدن که شبانشون گفت زیرا پول دوستی ریشه همه بدی هاست اونها واقعا به دنبال خدا نبودن بعد از جلسه هم در مورد این پیغام دعا نکردن فقط گفتن خیلی خوبه کلام رو دیدیم در طول روز هم تکرار کردن آره میدونی پول ریشه همه بعدی هاست با پول نکن ریشه بعدی هاست پول ریشه همه بعدی ها نیست عشق به پول ریشه تمام بعدی هاست اتفاقی که افتاد این بود که اونها واقعا دنبال خدا نبودن اگه به مردم بیریه نگاه کنی که تا مقدس میگه وقتی پولس اومد موعظه کرد مردم بیریه از مردمان تسالونیکی نجیبتر بودند زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتاب مقدس را بررسی میکردند تا ببینند آیا چنین است توجه کنید که ذهن و قلب اونها باز بود به عبارت دیگه انگار که می میگفتند خدایا ما نسبت به پیغام تو ذهنمون بازه باید به شما بگم که احتمال نیکی از اون کلیسای قوی بوده چون عیسی گفت بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم این معرفت انتقالی نیست بلکه معرفت مکاشفه ایه. متوجه هستین چی میگم؟ بخش دوم نقشه شیطان اینه که مستقیم با چیزی که خدا میگه مخالفت میکنه مار به زن گفت به یقین تو نخواهی مرد بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود به کلمات بلکه خدا میداند دقت کنید به عبارت دیگه شیطان با گفتن این جمله داره میگه هی هوا خدا چیزی رو از تو من کرده چیزی هست که اون میدونه که تو نمیدونی پس چیزی رو از تو از طریق اون درخت من کرده و حالا قسمت سوم نقشه هوا داره به درخت نگاه میکنه و میبینه چقدر عالیه میبینه که دلپذیره و بهش حکمت میبخشه و ناگهان فکر میکنه وایستا ببینم از من چی رو داره من میکنه در اون درخت برای من خیر و نیکویی هست و خدا نمیذاره که من بهش برسم پس شیطان داره چیکار میکنه؟ اون شخصیت خدا رو در چشم هوا منحرف میکنه و به جای اینکه اونو فردی دهنده جلوه بده فردی روباینده جلوه میده وقتی شیطان تونه شخصیت خدا رو در نظر هوا تغییر بده میتونه باعث بشه هوا از خدا رو برگردونه نیکویی در اون درخت هست که خدا از دسترس من دور نگه داشته اون رو باینده است به اندازه که خودش میگه خوب نیست اینجاست که ما یاد یعقوب رسول در باب اول رساله یعقوب میفتیم و چقدر عالی این قسمت که میگه فریب مخورید همه بگین فریب مخورید عزیزانم فریب فقط یه مشکل داره میدونین چیه؟ اونم فریب خوردگیه کسی که فریب خورده باور داره که حق با اونه در صورتی که داره اشتباه میکنه فریب نخورید برادران عزیز من هر بخشش نیکو و همه بگن نیکو و هر عطای کامل از بالاست نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییر هست و نه سایه ناشی از دگرگونی مهم نیست نیکو چقدر خوب به نظر میرسه چقدر شما رو حکیم جلوه میده چقدر شما رو توانگر میکنه اگر از خدا نباشه پس خوب هم نیست چون همونجور که یعقوب میگه هیچ چیزی وجود نداره که برای شما نیکو باشه نیکو برای زندگیتون اگه خارج از خدا باشه آدم و هوا هر دوشون یادتون باشه آدم هم با هوا شریکه وقتی این اتفاق افتاد و به شما درباره مردی میگم که باید به همسرش در مواقع نیاز کمک کنه باید همونجا کمکش کنه اما به محض اینکه شیطان باعث شد که باور کنن خوبی خارج از خدا وجود داره هر دو می میبینین؟ پس بیاین نیکویی یا خوبی رو تعریف کنیم نیکویی یا خوبی یا گود از کلمه عبری تی او بی توب ریشه گرفته لغتنامه کلام اونو شاد بودن مقبول بودن و درست کار بودن معنا میکنه دایره که کتاب مقدس عمیق تر میگه و من این قسمت رو خیلی دوست دارم میخوام تمام تعریف رو براتون بخونم مفهومی که تمام کاربردهای های نیکویی رو به هم متصل میکنه سنجشه همه بگین سنجش برای تشخیص نیکویی شخص باید همه چیز کیفیت ها و اعمال رو با همه کیفیت ها و اعمال دیگه مقایسه کنه شخص باید چیزهایی که درست و سود بخشند رو کیفیت و اعمال رو در تقابل به اون چیزهایی قرار بده که اشتباه و مزرن. داستان خلقت کلمه توب رو از نقطه نظر کلام معرفی میکنه همونطور که نوشته شده خدا هر روز خلقت را رو نیکو میخونه پس خدا هم میسنجه در واقع به این خاطر که انسان ها هم قدرت سنجش دارن چون خدا اونها رو به شکل خودش خلق کرده اما گناه درک انسان رو منحرف کرده به این خاطر فقط خداست که قادر به سنجش بی نخصه. فقط به این خاطر که خدا در کلام سنجش نیکویی رو با ما سهم شده ما به عنوان کسانی که بر توکل داریم قادریم با اعتماد اعمال رو بسنجیم و بدونیم چی سودمنده پس کلمه که اینجا سنجشه آدم و هوا تصمیم گرفتن خارج از حکمت خدا بسنجن که چه چیز نیکوییه و اون سقوطشون بود از اون موقع مشکل انسان شروع شد دوباره میخوام کلام رو یادآور بشم رایی هست که به نظر درست و خوب میاد ولی در پایان به مرگ ختم میشه راهها ها الگوهای رفتاری، فرایندهای فکری، باورها، نرم ها، سنت ها و رسمهایی وجود داره که همه با سنجش ما درست به نظر میاد اما در آخر ثابت میشه که در سازندگی زندگی ما مضر هستند پس استاندارد نیکویی که باید به اون اعتماد بکنیم چیه؟ طالبش فکر کردین؟ استاندارد ما چیه؟ خب در دوم تیموتائوس پولس در آخرین نامه که قبل از به آسمان رفتنش می نویسه میگه تمامی کتب مقدس بگین تمامی کتب مقدس الهام خداست تا راستی را به ما تعلیم دهد میتونیم بگیم نیکویی رو تا ما را در زندگی های ما قادر به فهم امر اشتباه سازد ما را اصلاح می کند وقتی در اشتباه هستیم و به ما تعلیم میده که کار درست را انجام بدیم یا نیکو را انجام بدیم حالا توجه کنین میگه تمامی کتاب مقدس دوباره بگین تمام کتاب مقدس نمیگه قسمتی از کلام میگه همه کلام من اینطوری بهش نگاه میکنم یا همه کلام الهام خداونده یا ما کتابی ناقص دستمونه چون وقتی کلام خدا میگه که تمام کتاب مقدس الهام خداونده پس من نمیتونم قسمت های رو انتخاب کنم و بقیهش رو بیرون بندازم بیاین در مورد کتاب مقدس صحبت کنیم کتاب مقدس شامل 66 کتابه که به زبانهای مختلف نوشته شده حداقل سه زبان که ما از اونها اطلاع داریم در دوره 1500 ساله 44 نفر این کتابها رو در طول 1500 سال نوشتن در سه قاره مختلف انسان متفاوتی رو داریم که در طول 1500 سال به زبان های مختلف در قاره های مختلف این کتاب ها رو نوشتن شما افرادی رو میبینید که ماهیگیرن چوپان نظامی پادشاه پزشک خراجگیر خیمه دوست افراد منحصر به فردی بودن که در این کار نقش داشتن پیوستگی موضوعی که در این کتب مختلف به چشم میخوره بی‌نظیره یه جورایی مثل اینه که یک کمیته از نویسنده ها داشته باشین و بهشون بگین که در طول 1500 سال رومانی رو بنویسن اصلا یه همچین کاری ممکنه؟ فکر نمی کنم اما مسئله اینه که کمیته یا گروهی وجود نداشته فقط 44 نفر بودن که در طول 1500 سال این کتاب ها رو نوشتن و تمام کتاب ها با هم هماهنگ هستن میخوام یه قدم جلوتر برم بیاین به صحت و درستی و کلام توجه کنیم اگه به عهد نگاه کنین بیش از 300 نبوت نوشته شده که درباره اومدن مسیح موعوده. بعضی از این نبوتها ها هزار سال قبل از تولد عیسی نوشته شدن. تمام این پیش بینی ها نبووت ها چیزی منحصر به فرد درباره عیسی گفتند. و عیسی تمام 300 ست نبوت رو در مورد خودش به واقعیت تبدیل کرد خود این به تنهایی صحت و واقعی بودن کلام رو نشون میده میدونم شاید بعضی ها استدال کنن و بگن بله اما کسای دیگه هم هستن که با برخی نبوت هم خونی دارن شاید یک یا دو ولی نه با سی ست نبوت دانشمندی به اسم دکتر پیتر ستونر در سال 1958 کتابی به نام علم صحبت می کند رو منتشر کرد کتاب دکتر ستونر توسط هیئت علمی آمریکا مورد تایید قرار گرفته و دکتر ستونر از بیش از 600 دانشو برای تحقیقش استفاده کرده تحقیق اون در مورد یک احتمال بود پس دکتر ستونر هشت نبوت یا پیشگویی رو انتخاب میکنه یک اینکه عیسی مسیح در بیت لحم متولد میشه دو اینکه نبی از او استقبال میکنه سه اینکه او بر اولاغی وارد اورشلیم میشه چهار اینکه او مورد خیانت دوستانش قرار میگیره پنج به سی که نقره او رو میفروشند شش اینکه اون پول در مزرعه کوزگر انداخته میشه هفت اینکه او در مقابل متهم کنندگان سکوت میکنه هشت اینکه او به صلیب کشیده میشه دکتر سونر این هشت رو انتخاب میکنه کاری که اون کرد این بود که احتمال وجود کسی رو که هشت مورد نبوت کلام در موردش از زمان عیسی تا زمان خودش یعنی سال 1958 تحقق پیدا کرده باشه رو با علم احتمالات بررسی بکنه بذارین توضیح بدم علم احتمالات چیه یعنی اگه ده توپ تنیس داشته باشیم و نه توپ تنیس فلورسنت زرد و یک توپ سفید و هر دهتا رو در سطلی بندازیم و سطل رو تکون بدیم و چشمای کسی رو ببندیم و بگیم یکی از توپا رو از سطل بردار احتمال اینکه توپ سفید رو برداره یک در ده درسته؟ دکتر استونر و 600 دانشوش تعیین کردن که احتمال اینکه کسی این هشت نبوت رو به واقعیت برسونه یک در ده به توان هفته هستش اگه بپرسین یک در ده به توان هیفته چیه؟ روی تکه کاغذی بنویسین یک و هیفته صفر پشت اون بنویسین اصلا نمیدونم چطور باید این عدد رو خون بیشتر از میلیارد و تلیارده از توان من خارجه اما هفده صفر پشت این یک وجود داره بذارین کمکتون کنم تا بفهمین این عدد چقدر بزرگه خب دوست اینجا دارم دان و همسر شریک که اهل تگزاس کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که مقداری سکه نقره رو در نظر بگیریم که در اختیار داریم و ما یک در ده به توان 17 سکه نقره داریم حالا یکی از اون سکه های نقره رو علامت گذاری میکنیم به مشکلی برمیخوریم. جایی نداریم که بتونیم همه سکه ها رو نگه داریم میدونین منظور چه تعداد سکه هست؟ با این مقدار سکه میتونید تمام ایالت تکساس رو به عمق دو فوت بپوشونین یعنی تمام ایالت رو به عمق دو فوت پس یکی از سکه ها علامت گذاری شده همه رو با هم مخروط کنین چشمای کسی رو ببندید، سوار هلیکوپترش کنید. بعد بهش بگین که هر کجا که میخواهید در ایالت تگزاس میتونه فرود بیاد و احتمال اینکه این شخص سکه علامت گذاری شده رو پیدا کنه یک در ده به توان 17 هستش این همون احتمالی که کسی بتونه این هشت نبوت رو به واقعیت برسونه اگر کمی جلوتر بریم اگر 16 نبوت از 600 نبوت رو در نظر بگیریم دیگه احتمال ما یک در ده به توان 17 نیست یک در ده به توان 45 حالا این یه ذره سخت میشه که این رو نشون بدیم چون اگه مثال سکه های نقره ای رو در نظر بگیریم حتی روی زمین هم نمیشه اونها رو جا داد چون اگر یک در ده به توان 45 سکه نقره ای داشته باشیم این میشه یه توپ نقره ای که 60 برابر فاصله زمین تا خورشید اندازش میشه یعنی توپی به شوهای پنج و نیم میلیارد مایل برای اینکه به شما در درک بزرگی این عدد کمک کنم دور دنیا رو در یک روز پرواز کردم میدونستین میشه در یک روز نصف زمین رو دور بزنید در 22 ساعت میتونید به هن برسین اگر زمین هم اندازه اون توپ نقره ای بود نمیشد یک همچین کاری کرد چون 400 سال به وقت باید پرواز میکردید تا دورتون رو کامل کنین حالا چشمای کسی رو ببندین و برای 400 سال در هواپیما بذاریدش بهش بگین کی باید فرود بیاد و یادتون باشه که دیگه دو فوت عمق نداره تمام کره از سکه نقره تشکیل شده و سکه نقره علامت گذاری شده رو پیدا بکنه این احتمالی که کسی بتونه 16 نبوت از 300 تا رو محقق بکنه عیسی 300 نبوت رو به واقعیت رسوند حالا میدونین چرا امثال میگه هر سخن خدا ثابت شده است؟ میخوایم با این تموم بکنم. موقعیتی فرضی رو در نظر بگیرین. از شما خواسته شده از دره بگذرین. در این دره میدانهای مین، گیاهان سمی، گودالها، شنهای روان و درختان و خطرناک وجود داره. کسی به شما نقشه میده؟ و نقشه به شما نشون میده گودارها، شنهای روان، درختان سمی و میدانهای مین کجان؟ حالا چطور باش روبرو میشین؟ آیا با یه نگاه به نقشه سفرتون رو شروع میکنین؟ به شما قول میدم جنازه شما برمیگرده. شما نقشه رو به خوبی بررسی میکنین. و بعد همینطور که به سفر میرین هر جا رو در دره میشناسین و میتونین از روی نقشه تمام لحظات سفرتون رو تعیین بکنین و سالم به مقصد برسین. باید به شما بگم این دنیا میدان مینه و خدا به ما نقشه ای داده چون کتاب مقدس میگه کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است سوال اینه که آیا ما اینو جدی میگیریم آیا ما به خدا نگاه میکنیم تا با حکمتش راه زندگی رو پیدا بکنیم یا فکر میکنیم که از خدا بیشتر میدونیم و مسائل رو طبق قضاوت خودمون میسنجیم و عاقبتمون مثل حواست تصمیم با ماست شما رو نمیدونم ولی من میخوام بدونم که از دید خداوند چه چیز نیکوییه از این جلسه چیزی دریافت کردین جلسه بعد میمیرمتون